راستی شما می دانید زهبول کجاست؟ مقصودم آن دهکده کوهستانی است. بسیار خوب، اگر زهبول در کرانه رود بولزه را نمی شناسید، لابد اسم شبانه روزی ییلاقی بچه ها هم که در این دهکده واقع شده به گوشتان نخورده است. یکی از معروفترین شبانه روزی های دختر بچه هاست. حیف شد، ولی این هم مهم نیست. شبانه روزی های بچه ها مثل نان ماشینی و گل های صحرایی به هم شبیه هستند. اگر یکی از آنها را دیده باشید، می توانید تصور کنید این شبانه روزی ها مثل کندوهای بزرگ پر از زنبور عسل هستند. صدای خنده و وراجی و قهقه و فریاد مانند وزوز پی در پی کندوی زنبورها قطع نمی شود. قصه ما توی یکی از این شبانه روزی ها می گذره. لوئیز دختر کوچولو و شیطونی که اهل وینه، توی اردوی تابستونی با یه دختر دیگه به اسم لوته آشنا میشه که خیلی شبیه هم دیگن. معلم ها سعی میکنن که به راز این شباهت پی ببرن. این دوتا دختر کوچولو که اول زیادم از هم خوششون نمیاد، یواش یواش با هم دوست میشن و یه عکس یادگاری میگیرن. توی این اردوی تابستونی یواش یواش دوستی بین این دوتا دختر عمیق میشه و پی به یه راز خیلی بزرگ میبرن. چه رازی؟ حتما خودتون حدس میزنید. بله، این دوتا دختر با هم دوقلو هستن و سالها پیش پدر و مادرشون از هم جدا شدن و این دوتا رو تقسیم کردن. ماه از پنجره اتاق تماشا میکند و از آنچه میبیند خوشحال و متعجب است. دو دختر بچه کنار هم خوابیدند و جرأت ندارند همدیگر را نگاه کنند. آن یکی که تا حالا گریه میکرد آهسته در جستجوی دستی است که موهایش را نوازش میکند. ماه نقره‌ای سال خورده با خود میگوید خوب شد، حالا میتوانم با خیال راحت غروب کنم و همین کار را میکند. لویزه و لوته تصمیم میگیرند بزرگتراشون رو غافلگیر بکنن. اونا از کشفشون حرف نمیزنن، اما تصمیم میگیرن جاشون رو با هم عوض کنن. لویزه شیطون و پرسر صدا به جای لوته مؤدب و خونه‌دار به مونیخ میره و لوته سعی میکنه با باز کردن موهاش و تظاهر به شیطنت پدرش رو فریب بده. شما اگه پدر مادر باشین میدونین که پدر مادرها در کشف تغییر رفتار بچه هاشون استادن و همین دلیل هم باعث میشه که پدر مادر قصه ما هم نسبت به تغییر رفتار بچه هاشون مشکوک بشن. لوته که درس خون بود و بلد بود غذا درست کنه، حالا شیطون و بازیگوش شده و مدام خرابکاری میکنه و لوئیس که شیطون و سر به هوا بود، حالا جدی و مؤدب به نظر میرسه. بچه ها کم کم با پدر مادرشون اخت میشن. لوئیز میفهمه که مادرش چقدر به سختی داره زندگی رو میچرخونه و لوته میفهمه با وجود اینکه پدرش مرفهه ولی خیلی تنهاست. چرا وقتی که آدم تنها میشه غم و غصه‌اش قد یک دنیا میشه، میره یک گوشه علمون میشینه، جارو مثل یه زندون میبینه، همه تنهای اسیرت میکنه، تا بخوای به جان بیپیرت میکنه. این وسط سرکله خانومی به اسم دوشیزه گرلاخ پیدا میشه که تصمیم داره با پدر بچه ها ازدواج کنه و لوته رو به شبانه روزی بفرسته. لوته اما تسلیم نمیشه. تصمیم میگیره خونه دوشیزه گرلاخ رو پیدا بکنه و با اون صحبت بکنه که پاشو از زندگی پدرش بکشه بیرون. در راه بازگشت لوته لرز میکنه و دکترها تشخیص میدن این اتفاق به خاطر فشارهای عصبی به سرش اومده. زمان به سرعت میگذره. یک روز مادر در محل کارش مجله مونیخ مصور رو ورق می‌زده که چیزی توجهش رو جلب می‌کنه. گزارشی از یک اردوی تابستانی که در اون عکسی از دو دختر دوقلو با شباهت باور نکردنی چاپ شده.
شست مادر خبردار میشه، با عجله خودشو به خونه میرسونه و دخترشو در آغوش میکشه. حدس میزنیم بعدش چه اتفاقی میفته؟ حدستون درسته. وقایع شیرینی اتفاق میفته و خانواده دوباره دور هم جمع میشن. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. خواهران غریب رو اریش کستنر آلمانی در سال 1949 نوشته. زندگی اریش کستنر در سالهای جنگ جهانی اول و دوم خودش یه رمانه که باید خونده بشه. از روی کتاب خواهران غریب فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی در جاهای مختلف دنیا ساخته شده و توی ایران هم آقای کیومرث پوراحمد فیلمی رو به همین اسم، به اسم خواهران غریب، ساختن. اگه از قلم شیرین اریش کستنر توی کتاب خواهران غریب خوشتون اومد، میتونین این کتاب‌ها رو هم بخونین. کلاس پرنده که قصه احساساتی چند نوجوان در یک مدرسه شبانه روزیه، و امیل و کاراگاهان که داستان پسری به اسم امیله که پولاش در قطار مورد دستبرد قرار میگه. با کتاب خو بگیر، یاری از او بگیر، قصه هایش بخوان، من کنی رو بگیر. بهترین یار ماست، همدمی با وفاست، هر کتاب مفید، بهترین ده نماست.